با سلام خدمت شما دوستان عزیز، با یک برنامه دیگه از سری دوم برنامه های چک نویس امشب در خدمت شما هستیم و امیدوارم که از هر کجایی که این برنامه رو نگاه میکنید شاد و سلامت باشین. میدونین که در این سری دوم برنامه ها ما به موضوع مد، فشن و کلن ظاهر ما میپردازیم و تا اینجا برنامه های جالب رو داشتیم در رابطه با پوشاک خانوم ها و همینطور پوشاک آقایون و امروز میخواییم به یک موضوع و مبحث مهمی بپردازیم در رابطه با مو. بله، مو که چقدر میتونه مهم باشه در زندگی ما و کلن در ظاهری که ما داریم. فقط قبل از اینکه به مهمان و به خود برنامه برسیم میخوام خاطر نشان بشم که راه های ارتباطی برنامه، هرچند که این برنامه از قبل ضبط میشه، اما راه های ارتباطی برنامه در هنگام برنامه برای شما مهیا هستند و ما همچنان دوست داریم که از شما نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو در رابطه با برنامه بشنویم. از راه های تلفن، پیامک، تلگرام، وایبر، فیسبوک و راه‌های دیگه‌ای که در صفحاتتون می‌بینید می‌تونید با برنامه خودتون در ارتباط باشین. خب امروز ما هم مثل همیشه یک مهمان عزیزی رو داریم در استودیو که خیلی ممنونم که تشریف آوردن، سمیرای عزیز که سال‌های زیادی تجربه در حرفه آرایشگری داره. سمیرا جان خیلی خوش اومدین به برنامه. خیلی ممنون، مرسی از دعوت شما برای این برنامه. مرسی سمیرا جان. شما میدونم که سال‌هاست که مشغول آرایشگری هستین و در سالونی هم که خودتون تأسیس کردین مشغول هستین. حدوداً چند ساله که در این حرفه هستین؟ حدوداً نزدیک 13 ساله. و چی شد که علاقمند شدین به؟ خب همیشه علاقه داشتم، برای اینکه مادرم هم در این رشته کار میکردم و من از بچگی توی محیط آرایشگاه و سالون بودم، به خاطر همین از همون کوچیکی به قول معروف علاقه من شدم و دوست داشتم این کار ادامه بدم. درسته. موهای شما هم بچه کوچیک که بودین یه بار از ته زدن یا این کار نکردن؟ شما توصیه میکنید؟ نه این کار نکنید. بله دوستان این کار نکنید، انجام ندید. خب میخواییم به یه مقدار بیشتر در رابطه با مو صحبت بکنیم در این قسمت. به نظر شما چرا موی انسان ها اینقدر براشون مهمه؟ ما هر روز در تلویزیون و رسانه ها تبلیغای کالاهای مختلف در رابطه با مو، شامپوهای مختلف، نمیدونم ژل، موس و چیزهای مختلف، کاشت مو برای اونایی که مو ندارن یا مدل‌های مختلف کوتاه کردن مو، میشنم چرا اینقدر مهمه و چرا افراد اینقدر وقت، انرژی و پولشون رو صرف موهاشون میکنن؟ به دلیل اینکه اون زیبایی شما رو، موی زیبا زیبایی شما رو چند برابر میکنه و شما وقتی یه موی زیبایی داشته باشین اعتماد به نفس شما رو بالا میبره و ظاهر شما رو قشنگتر نشون میده و کلن خانم هایی که دوست دارن موی زیبایی داشته باشن به طب بعد وقت زیادی براش بذارن و بعد براش پول مصرف بکنن. بله، ولی این اواخر خب خیلی در ایگان و همینطور این ور میبینیم که آقایون هم مثل اینکه دست کمی ندارن. من دوستی داشتم که میگفت که من موامو که میشورم از حموم که میام در یک دمای خاصی باید این مواد موم رو بزنم که به این حالتی که هست بمونه، اگه نه یا میخوابه یا خیلی سیخ میشه. بس خیلی مثل اینکه آقایون هم این اواخر به فرق نمیکنه، حتی برای آقایون هم میتونه باشه. یه آقای دوست داره موی زیبایی داشته باشه، به طب باید وقت بیشتری براش بذاره. درسته درسته. آیا به نظر شما مدل های مناسب مو ارتباط نزدیکی به فرم و صورت و حالت صورت ما دارن؟ یعنی اگر شخصی کشیده، صورت کشیده ای داره، باید مدل موش نوع خاصی باشه، یا اگه شخصی صورت گردتری داره باید متفاوت باشه؟ حتما هست همینطور، به دلیل اینکه شما باید نسبت به اون فرم صورتتون مدل موتون رو انتخاب بکنید. اگر شما مثلا صورت گردی دارین، خب به طب مدل موی باب کوتاه به صورت شما نمیاد، برای اینکه صورت شما رو گردتر نشون باب میده. باب که میگین منظورتون دقیقاً چیه؟ مدل مصری. بله، مدل کوتاه. بله، یا زن فرعون. بله، یعنی اگه صورت شما گرد و پر باشه، وقتی مدل موتون کوتاه باشه اون حالت، صورت گردی صورت شما رو بیشتر نشون میده، برای اینکه اون اندازه‌ای که میاد به قول معروف تا این اندازه هستش باعث میشه، بله باعث میشه که گردی صورت بیشتر بیرون باشه. و اگر شما موی
خیلی بلندی داشته باشین و صورتتون کشیده باشه، قاعدتاً با فرق وسط این مدل مو صورت کشیده شما رو سوت نمی‌کنه، برای اینکه صورتتون رو کشیده تر نشون میده. به خاطر همین باید اون مدل موی رو که شما انتخاب میکنید نگاه کنید که چه فرم صورتی شما دارین. درسته. من شخصا حدود فکر میکنم 13 سالی هست که شما رو میشناسم، شما همیشه خودتون موهاتون بلند بوده و هیچ موقع مدل شما موهاتون رو کوتاه ندیدم. آیا دلیل خاصی دارین؟ مثلا ارتباطی به صورت خودتون داره که موهاتون بلند هست؟ خب نه، من چون خودم موی بلند رو خیلی دوست دارم. چرا موی کوتاه هم داشتم کوتاه‌تر از این، ولی خودم شخصا طرفدار موی بلند هستم. ولی نه اینکه موی کوتاه زیبا نیست، نه، حتما مدل موهای کوتاهی هم هست که خیلی قشنگه، به خیلی از افراد میاد، ولی من موی بلند رو بیشتر. پس این دختری یگانه‌ای که دوست ندارم موهاشون رو کوتاه کنن تا میگیم بعد بگی آرایشگاه اینا پایینش رو باید مرتب کنی و اینا خیلی میترسن، اونا رو درک میکنین؟ به خاطرم همیشه خیلی کم براشون کوتاه میکنم. درست. آخه معمولا میگن اینقدر کوتاه میکنیم بعد طرف میاد بیگون یه نصف موهاش نه. من اگه کوتاه بکنم همیشه همون اندازه‌ای که میخوان براشون کوتاه میکنم. درسته. سمیرا جان، یک سوال دیگه ای که شاید برای خود من هستش و بینندگانم در واقع دوستم بیشتر بهت نراجبش اینه که تا چه حد موی ما در ظاهر کلی ما تاثیرگذاره؟ ما شاید خیلی از افرادی که مجله های مربوط به در واقع مد و فشن رو تهیه میکنن، شاید یکی از اولین چیزهایی که بهش نگاه میکنن لباسه یا کیف یا کفشی که اون در واقع مدل پوشیده و حالا به جز ظاهر کلی خودش. اما آیا مو هم در این ظاهر افراد، حالا چه توی دنیای فشن چه توی دنیای معمولی افراد، به همون مقدار تاثیرگذاره و چرا؟ خیلی زیاد، به دلیل اینکه شما همونجور که فرمودین وقتی که یه مجله‌ای رو نگاه می‌کنید، من خودم شخصا اگه بخوام یه مجله‌ای رو نگاه بکنم، درسته ظاهر رو نگاه می‌کنم، ولی بیشتر به خاطر اینکه حرفم توی مو هست، ولی بیشتر اولین چیزی که منو جذب می‌کنه مدل مو هست، رنگ مو هستش. به خاطر همین خیلی تاثیر داره و خوبه که افراد نسبت به اون شغلی که دارن مدل موشون هم انتخاب بکنن. میتونین اینو یه مقدار توضیح بدین؟ موضوعتون چیه؟ مثلا شغل من در یه دفتر مثلا بزرگی کار میکنم. خب نه، منظورم یه تعداد معدودی از شغلها هستش، نه همه شغلها. شما میتونید مثلا مثل من که الان یه هیر استایلیست و بیوتیشن هستم، نه میتونم هم موی کوتاه داشته باشم هم موی بلند. درست. ولی شما به عنوان مثال اگر مهماندار یه هواپیما هستین، بهتره که مدل موتون جمع باشه، برای اینکه قشنگ تر هستش و همه یک مدل و یک مدل باشه. مگر مثلا شما اگر میخواین پزشک هستین، میخواین برین اتاق جراحی، نمیتونین مدل موتون رو باز بذارین، حتما باید مدل موتون بسته باشه. این دلیل بر مدل کوتاهی مو نمیشه، مدلی که شما خودتون رو درست میکنید. ولی این مدل موهایی که ما توی این فیلم‌های قدیمی دادگاه اینا می‌بینیم، این مدل مثلا امروز هم آیا استفاده میشه یا اینا بیشتر کلاگیزایی هستش؟ نه، اونا کلاگیز هست و اون بستگی اون شغلای به خصوص، مثلا معمولا این پروسیجر رو شما رو توی دادگاه ها می‌بینید. ولی خیلی تاثیر داره مدل مو در ظاهر ما، خیلی زیاد. درسته. من حالا کلا شخصیتا طوری هستم که موقعی هم که میخوام موهامو کوتاه بکنم، در کنار اینکه فکر میکنم که خب من شخصا مدل موی کوتاه دوست دارم و معمولا هم مدل موهام کوتاه هستش، هرچند که بعضیا میگن مدل موهای بلندتر هم بهت بیشتر میاد، اما نه فقط به مدل مو و به استایلی که در واقع کوتاه میکنم، بلکه به گاهتی خودم و اینکه نسبت به برنامه زندگیم هر چند وقت یک بار من میتونم برم اون آرایشگاه هم فکر میکنم. آیا این دید راجع به مو اشتباهه یا ما فقط باید فکر کنیم که چی برای ما قشنگه و چی برای ما فشنبله؟ پس آیا یک مثلا آقایی که داره مثلا میگه موهاشو کوتاه بکنه و میگه که خب الان من برم تا جایی که ممکنه اینو کوتاه بکنم که تو دفعه بعدی که میخوام برگردم مثلا دیگه لااقل تا یه ماه بر نگردم، آیا این طرز فکر حالا چه در تو مردا چه در تو خانوما درسته یا؟ من خودم نمیپسندم این طرز فکر رو. من نظرم اینه که خوبه که اشخاص طبق اون مدل مویی که بهشون میاد
انجام بدن. شما نمیتونید بگیم مثلا من برم الان موهامو کوتاه کنم یا مخصوصا بر آقایون با ماشین تا ته کوتاه کنم، برای اینکه شاید تا دو ماه سه ماه لازم نباشه برم دوباره برای هرکات بعدی. یا مثلا خانم‌ها بگن نه من الان موم خیلی بلند شده، کوتاه میخوام بکنم که تا 6 ماه نرم سالن. نه، شما بهتر ببینید که چه مدلی به شما میاد و طبق اون مدل و حتی مد روز چرا که نه دنبال بکنید. درسته، خیلی هم عالی. سمیرا جان، ما در برنامه گذشته در کنار صحبتایی که داریم با مهمانمون و توضیحات لازمی که میدن که ممنونم برای این توضیحات، حالا در ادامه هم سوالهای بیشتری خواهیم داشت، اما معمولا ما یک در واقع فعالیتی هم داریم روی یک مدل و یک شخصی که در واقع بتونین اون فعالیت‌ها رو هم شما گوش بکنین و فکر می‌کنم امروز هم شما همراه خودتون یکی از افرادی رو که هم باشون کار می‌کنین و هم مدل امروز ما خواهند بود آوردین و می‌خواین که یک چیزهایی رو هم نشون بدین، درسته؟ بله. میتونی یه توضیح کلی بدین که در قسمت ناحیه مو چه چیزهایی رو برای ما توضیح خواهین داد؟ مدل ما چون موهاش تقریبا هم اندازه خودم هستش، میخوام یه سشار ساده رو در این حال که ساده هست شما میتونید پایین موتون اگه بخواین حالت بدین و اینکه اگه بخواین جلوی سرتون پف بیشتری داشته باشه رو نشون بدین. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. دوستان بس تا چند لحظه دیگه میخوایم با این مدل همراه باشین، اما میخوام یک بار دیگه خاطر نشان بشم که برنامه های چک نویس همونطور که میدونین برنامه هاییست که جمعه شبا به وقت ایران ساعت 8:30 شب و به وقت انگلستان ساعت 5 بعد از ظهر پخش میشه و شما میتونین ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقاداتی که دارین در طی برنامه هم آگاه بسازین و اگر شما هم سوالاتی در زمینه مو یا آرایش یا در واقع ظاهر بالای سر ما در واقع دارین، خوشحال میشیم که از شما بشنویم و همونطور که سمیرا عزیز گفتن میخواییم که فقط صحبت نباشه و بریم و با مدلی که امروز با ما همراه هستن این مدل موهای مختلف رو نشون بدیم و اونجا شاید شما هم یک در واقع چیزهایی یاد گرفتین در رابطه با اینکه چطور در وقت محدود و کم میتونیم بهترین مو رو داشته باشیم. پس با ما همراه باشید. خیلی هم عالی. خب مدل ما هم آماده هستن و سمیرای عزیز. خب سمیرا جان، من شما میخوام به چالش بیارم که ما الان حدود 10 دقیقه وقت داریم، توی خونه هستیم، دیرم از خواب پا شدیم، میخوایم تو 10 دقیقه با امکانات محدود خونه، اول باید توی 1 دقیقهش هم طول میکشه سشوارمون رو پیدا کنیم، بخوایم موامونو در یه حالت و مدلی که مناسب رفتن به بیرون باشه در بیاریم. پس شما روی این سر مدلمون چی کار میکنیم؟ خب اولین کاری که من پیشنهاد میدم به بینندگان عزیز این که شما تیکه جلوی مو رو بردارین این که شما این همون بیگودی های قدیم خودم بیگودی بزنید به دلیل اینکه این باعث میشه که جلوی صورت شما حالت پفدار وایسه. بله. و اینکه اگه بخواین از سشار استفاده بکنید میتونید
پس شما سه چهار از پایینمون شروع میکنید؟ بله، معمولا از پشت سر، اونم بستگی داره. خب چرا از پایین شروع میکنید؟ معمولا من دیدم از بالا بعضی ها شروع میکنید. بستگی داره، شما میتونید از جلو هم شروع بکنید، از بغل شروع بکنید، ولی از پشت سر شروع میکنید، برای اینکه به مدت زمانی که به بالای سر میرسیم بیشتر، اگر با براش می‌خواید موتون رو نگه دارین، اگر می‌خواید با گیره نگه دارین، زمان بیشتری مون می‌مونه. ولی خودش بیشتر... تنها هم می‌تونه از پایین شروع کنه. معمولاً اگر کسی خودش بخواد برای خودش بکنه، بله، می‌تونن تیکه پشت مون رو بکشن به سمت جلو و خودشون بخوان برای خودشون سه شار بله. بکشن. این بروسا هم که بروسای گردی هستش، بله. که اونم بستگی بازم به مدل موتون داره، که اگه برس موتون بزرگتر باشه بیشتر والیوم میتونید به سرتون بدین، یه مدل برستون که کوچیک‌تر باشه. بله، شما میخوام مومون حالت بادی داشته باشه، پف داشته باشه، بعد برستون سمت بالا بگیرین. بله، شما این حالت نوک مو رو جمع میکنید. درسته. فقط برای اینکه بینندگان ما هم خوب متوجه بشن طرفای شما رو، زمانی که سشوار رو میکشین، درسته، اگه همون فقط صحبتاتون رو بس بینش اگه توضیح بده خیلی عالی میشه. پس اینجا هم یه گیره زدیم که این حالت رو نگه داره. نگه داره، بله. و چون قرار هستش که موهامون رو توی 10 دقیقه بله. آماده بکنیم، میتونیم سکشن‌های تیک‌هایمون رو کلفت‌تر برداریم که زودتر، چون تایم نداریم. خب گیره این ورگ رو هم در موازات میزنیم. بله، یعنی شما نگاه بکنید هر... چون به وسط سر که میرسیم پهن‌تر میشه و مجبوریم مو رو بله. در دو قسمت نشون بدیم. درسته. مدلی هم که شما با خودتون آوردین ایرانی نیستن، درسته؟ بله، ولی خب چند کلمه فارسی یاد گرفتن. شی، موهاتو دوست داری؟ بله، دوست دارم. آفرین. همونطور که گفتم اگر برسمون رو به سمت بالا بگیریم حتما میتونیم پف بیشتر روی قسمت درست. بالای سر داشته باشیم. پس این حالتهایی که میگیره در آخر اینه که مثل موهای خود شما آخرش این بله. ته مو یه مقدار حالت فر و حالتی بله. داشته باشه. ولی اگه نه، اگه بخوایم کامل فقط صاف باشه، صاف باشه، نه شما فقط... احتیاجی نیستش این کار رو انجام بدین. آیا شما استفاده از موساف کنگ رو هم پیشنهاد میکنین برای کسانی که میخوام موهاشون کامل فقط صاف باشه؟ اگر بخوایم از اوتو یا استریتنر استفاده بکنیم، اگه کمتر استفاده بشه خب خیلی بهتره، به دلیل اینکه باعث میشه که مو خشک بشه و معمولا مصرف زیادش، اگه مخصوصا کسایی که هر روز استفاده میکنن، باعث میشه که نوک موشون زودتر مو خوره بشه و بشکنه و نازکتر بشه. میرسیم به سکشن بالای سر. پس شما تا اینجا به یه بیگودی احتیاج داشتین، دو تا یا سه تا گیره سر.
و یک بروس گرد که فکر میکنم همه خانومای ایرانی معمولا همه خانوم های ایرانی همه این وسایل ها رو دارن. بله، مواد لازم. مواد لازم رو دارن. سمیرا جان، شما بیشترین کاری که دوست دارین در حرفه آرایشگری انجام بدین چی هستش که لذت بیشتری ازش میبرین؟ سوالتون یعنی این که اگر بر فرض مثال بین سشوار کردن، رنگ کردن، هایلایت کردن، چیزهای مختلف، کدوم رو بیشتر لذت میبرین؟ اصلا نمیتونم بگم کدوم، برای اینکه همش رو یه اندازه دوست دارم واقعا. از تمام کارهایی که انجام میدم فرق نمیکنه، واقعا برام همش به یه اندازه هست. مشتری مردم داریم؟ بله، مشتری مردم داریم. خیلی عالی. میگم آخرای مو باید باشه. بله، چون قراره هر خانمی که بخواد این مدل مو رو برای خودش درست بکنه، بله باید شما سکشناتون رو باید بزرگتر بردارین که زودتر تمام بشه. راجع به سشوار، آیا سشوار هر چقدر بزرگتر باشه بهتره یا نه لزومن؟ نه، بهتره که سشوارتون سبکتر باشه و هر چی سبک تر باشه برای شما راحت تره که بخواید برای خودتون. ولی از لحاظ وات و قدرت سشوار بهتره که خیلی قوی نباشه برای خانمایی که میخوان خودشون تو خونه موشون رو انجام بدن، چون باعث میشه موشون بیشتر دمیج بشه. بله، حالتش رو حفظ نکنه. تا اندازه که فقط زیاد به موهامون آسیب نرسونه. خب این تقریبا مدل ما که هر سکشنی رو که سشوار میکشیم با گیر جمع میکنیم. از اینجا از دید من یه مقدار شبیه خمیربازیه، ولی خب مطمئنم در آخر خیلی زیبا خواهد. و اینکه شما حتی میتونید اینها رو داشته باشین، اگر وقتی هم برای میکاپتون دارین حتی میتونید میکاپتون انجام بدین، لباستون رو بپوشین و در آخر موتون رو باز کنین که یه ذره زمان بیشتری این گیره‌ها داشته باشه، برای اینکه موتون رو بیشتر کرل میکنه. قشنگ از کجا شروع میکنیم باز کردن؟ از پایین. دوباره از پایین. من یک کمی فقط اسپریمو میزنم چون باعث میشه دوامش بیشتر بشه. اگه شما میخواین سر کار برین بعد تا آخر روز این مدل فقط اگه از این ورشون بکنین که دوربینم بتونه این رو بگیره که از پایین باز میکنیم. بله، این پایین که دو قسمت کردین حالت موهای حنا دختر در مزرعه بوده که دو قسمت بود. همه میتونید دو قسمت، سه قسمت. چقدر سریع حالت گرفت. بله، خیلی عالی. شی، موهای بلند دوست داری؟ بله دوست دارم. دوست داری؟ شی موهای خوشگلی داره. بله، خیلی. و فقط از لحاظ کلی این مدل مویی که بالای موهاشون تیره تره و بعد پایین تر که میاد رنگشون تغییر میکنه، اسم خاصی داره؟ بله، الان این مدل مو به نام بلیاژ هستش. اسمای دیگه هم داره، دیپ دای میگن، بلیاژ میگن، که مال خودتونم تا حد این. بله، مال خودم هم بالای مو تیره تر هستش، پایین مو روشن تر. درسته. بعد در آخر که آماده هستین، میکاپتون رو کردین،
لباستون رو پوشیدین، فقط میتونید تیکه جلوی موتون رو در آخر باز کنه که اون پف بیشتر رو بهتون میده. چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که حالا چه همسر من چه افراد دیگه هم که من دیدم اینه که سشوار کشیدنشون خیلی مدت زمان زیادی این سشوار روشنه و دارن چندین بار این کار رو انجام میدن، ولی شما مدت خیلی کوتاهی با سشوار کار کردین ولی همچنان موفق شدین که به نتیجه مطلوبی که میخواین خب برسه. بله قاعدتا اگه ماه شما خیلی کرلی هستش و وز داره، شما زمان بیشتری رو احتیاج دارین که موتون رو صافتر بکنید بعد ببندین، ولی شی چون موهاش تقریبا صاف هستش و وز نداره وقت کمتر میبره. درسته. خب این یک مدل سشوار خیلی زیبا و حالتدار هستش که میتونیم ببینیم. حالا سمیرا جان اگر همین 10 دقیقه هم وقت نداریم و دیر از خواب پا شدیم، رئیسمون هم خیلی بد اخلاقه و فقط 2 دقیقه وقت داریم که فقط یه حالت موی ببندیم و یک کاری انجام بدیم و بریم بیرون از خونه، باید چی کار بکنیم؟ خب شما برای این 2 دقیقه اگه متونم خیلی نامرتب باشه، تنها کاری که میتونید بکنید این که متونو کل موها رو میبندیم. نه؟ بله، چون متون میگین خیلی نامرتبه. بله چون متون خیلی نامرتبه. حتی ببخشید که من تمام زحمات سشوار کشیدن شما رو چون متون به هدر دادم. به خاطر اون وقتی که و این کاری هم که کردین الان با شونه اینه که یه مقدار پف دادین. پوش میدین که یه کمی بله یه کمی حالت داشته باشه. درسته. چون قشنگ‌تر هستش تا اینکه خیلی جلوی سر فلت باشه. Okay. شما چون وقتی ندارین فقط در 2 دقیقه میتونید موهاتون رو همونجور که خودتون فرمودین دنبسپی بکنید. چون بیشتر از 2 دقیقه واقعا من که میتونید یه ذره بعد مثلا گل سگ و اینا هم شما پیشنهاد میکنین که همش سریقه‌ای هست. شما اگه دوست دارین چیزی به سرتون بزنید، شما میتونید حتی کش سرتون گل باشه. یا و اینکه این دنبسپی رو میتونید بهانات چون متون خیلی نامرتب دیگه از خواب بیدار شدیم و فقط میخواین یه جورایی سرهمش کنید. آیا هر چقدر وقت بیشتر روی مو بگذاریم نتیجه مطلوب تری میگیریم؟ خیلی زیاد. شما الان اگر بخواین این مدل مو رو مثلا یه شینیون بکنید یا مدل بافت بکنید، الان خیلی بافتای قشنگی هستش. درست. بله شما میتونید بله در عرض 2 دقیقه فقط موهاتون رو از پشت از اینجا اگر من اینو میدیدم و نمیدیدم که شما انجام دادیم، من فکر میکردم که ساعت‌ها صرف این شده که چجوری این موها رو در واقع به این حالت در بیارم، ولی خیلی جالبه که امیدوارم مورد توجه دوستانم باشه که در کل حالا حتی اگه ما اون تایم سشوار رو هم حساب بکنیم در 10-12 دقیقه شما فقط کافی که جلوی سرتون مرتب باشه، یعنی اگه تو اون 2 دقیقه فقط بتونید این تیکه رو مرتب نشون بدین، یه دنبسپی ساده و جمعش بکنید، شما الان میتونید اگه کار آفیسی دارین این مدل قشنگ هستش، اگر هر شغلی دارین الان این مدل مو ایده یعنی ایدئال هستش که بخواین برین سر کار. درسته. یه سوال آخری که دارم ازتون سمیرا جان، بعضیا موهاشون رو کامل که سشوار میکشن، حالا بعد از اینکه حدود 45 دقیقه از تگین سشوار کشتن هستن، یک دور سرشون رو میارن پایین، همه موهاشون رو میزن جلو و یه تکونی میدن دوباره میارن عقب. همیشه برای من سوال بوده این چه حسی داره این کار؟ این به خاطر اینکه اون خانم‌هایی که این کارو انجام میدن دوست دارن بادی موهاشون بیشتر باشه، یعنی پف بیشتر حجم بیشتری نشون بده. به خاطر همین سرشون رو پایین میگیرن، با دستشون تکون میدن، اسپری میزنن، وقتی که سرشون رو برمیگردونن موهشون بزرگتر نشون که مثل همین کاری بود که شما با بروس برای قسمت جلو انجام دادین. یه کمی متفاوت هستش، برای اینکه اون پوش دادن ما ریشه رو پوش میدیم، شما وقتی که با دستتون لابلای موتون رو تکون میدین فقط میخواین یه ذره موتون رو
بزرگتر حجمش رو بیشتر نشون بدین، ولی پوش دادن متفاوت هستش. خیلی ممنون. خب دوستان با ما همراه باشین، میخواییم بریم و با قسمت بعدی برنامه در خدمت شما باشیم و بحثی که در این زمینه خواهیم داشت. خب دوستان برمیگردیم با نیمه دوم برنامه. امیدوارم که از قسمت‌های پیشین نصیب کافی رو بردین در رابطه با حالت‌ها و مدل‌های مویی که شاید یه مقدار با عجله و در زمان‌های محدود میتونین انجام بدین. خیلی خوبه که بتونیم از اشخاصی هم که در این زمینه تجربه سالیان زیادی هم دارن، نکات ریز و کوچیکی که شاید در ظاهر کلیمون خیلی تاثیرگذار باشه یاد بگیم. و اینجا هم میخواییم که یک بحثی رو داشته باشیم هم با سمیرای عزیز و هم با شی عزیز که ببینیم نظر اونها در رابطه با این موضوعات چی هستن. میخواییم با شی شروع بکنیم اگه اوکیه. شی، آیا مدل موهایی که امروز به نمایش گذاشتن و امروز دیدین، آیا مطابق مد امروز هستش به نظر شما؟ بله خیلی. شما چی فکر میکنین؟ آیا به نظرتون مدل های مویی که امروز دیدیم مدل موی امروزه، فشن امروزه یا نه به صورت کلی تر؟ حتما هست، به دلیل اینکه مدل موی باز همیشه مد هستش. درست. شما خیلی ها رو میبینید که همیشه مدل موشون رو باز نگه میدارن و حتی بسته و مدل دوم که همونطور که نشون دادیم به بینندگان عزیز، مدل موی بسته هم همینطور. بله. این دو مدل مو هیچ وقت از مد نمیافته. بله. اتفاقا همین موضوعیه که ما چند هفته پیش در برنامه همون یک چیزی که خیلی اشاره بهش شده فشن کلاسیک هستش یا مدل کلاسیک هستش که چه در پوشاک آقایون چه در پوشاک خانوم ها یک چیزهای مثلا کلاسیک هستش. مثلا شما شلوار سیاه در واقع که مقدار این قسمت پایینش در واقع گشادتر بشه، اون شلوار کلاسیک برای خانوم ها همیشه به اون صورت، یا شلوار جین برای آقایون شاید همیشه همون میمونه. آیا بس ما توی مو هم یک مدل های کلاسیکی داریم و یک مدل های مطابق فشن و مد یا نه اونجا فرق میکنه؟ اگه بخوایم راجع به مو صحبت کنیم خیلی مدل های زیادی داریم، ولی کلا دو مدل مو هست، یا موی شما بسته باشه یا موی شما باز باشه. و هیچ وقت هم از مد نمیفته. شما میتونید عجله دارین موتون رو جمع بکنید، به حالت یه بان پشت سرتون ببندین، وقت داشته باشین میتونین موتون رو قشنگ سشار بکشین دورتون بریزین، حتی برای مهمونی ها شما میتونید مدل شینیان انجام بدین، هم میتونید موهاتون رو صاف بکنید، هم میتونید همونطور که نشون دادیم حالت کرلی نشون بدین. بله. که کمی ویو داشته باشه. بله. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که چه کسی مد و فشن رو تعیین میکنه؟ آیا شاید در واقع مغازه هایی هستن که کالاهای در واقع مو رو پیشنهاد میکنن به مشتریان که اونها تعیین میکنن چه مدل موی شما باید داشته باشین؟ آیا تبلیغات رسانه ها و تلویزیون تعیین میکنه؟ آیا هنرپیشه ها و افرادی که معروفن تعیین میکنن؟ آیا آرایشگرا تعیین میکنن که چه مدل موی مناسب و الان باید مد باشه؟ یا کی این وسط مد رو تعیین میکنه؟ خب مد رو بیشتر میتونم بگم که فقط هر استایلیستا و استایلیستا میتونن تعیین کنن و اونو از طریق سلبریتی ها و مجله تبلیغات تلویزیونی عرضه کنن به بیرون. درست. مثلا یعنی الان شما فکر میکنین که الان خانم دیوید بکام، خانم ویکتوریا بکام با یک مدل مویی که میاد بیرون، اون الان تعیین کننده مدل و فشن موی امروزه یا نه لزومن؟ نه هستش، به دلیل اینکه خب ایشون چون معروف هستن مدل موشون رو از طریق رسانه ها، عکس ها، مجله ها نشون میدن و حتما این مدل رو کسی بهشون گفته
که اونم میتونه هر استایلیست. اما من فکر میکنم نظر شخصیم البته، ولی شاید لزوماً همیشه معروفیت اون پیغامی رو که ما میخواییم برسونیم نداشت. مثلا شما میبینید لیدی گاگا میخواد یه آهنگی رو اجرا کنه با موهای خیلی از دیدگاه من عجق وجه، آیا بس اون هم تعیین کننده مدل موی امروزه یا؟ نه خب فرق میکنه، برای اینکه اونها با آدمای عادی که روزمره میرن سر کار یا زندگی عادیشون رو دارن فرق میکنن. معمولا سلبریتی ها، حالا اگه بخوایم دسته بندی کنیم به خصوص خواننده ها، خب مثلا لیدی گاگا همیشه با اون لباسی که میپوشه مدل موش رو تعیین میکنه. بله. به خاطر همین نه خودشون هم میتونن طبق اون، پس هر کسی هم که معروفه لزوما در واقع این رو تعیین نمیکنه برای ما. و شما هم آیا به عنوان آرایشگر ترجیح میدین که این مدل های جدید مو رو دنبال بکنیم؟ مطمئنم حتما خیلی روبرو شدیم با مشتری که میاد توی آرایشگاه شما و میگین خب چه مدلی میخواین دوستم، سریع مجله در میاره منو این شکلی بکن، ولی اصلا اون قیافه اون شخص زمین تا آسمون با اون چیز فرق میکنه. آیا شما هم بس این رو پیشنهاد میکنین و دنبال میکنین؟ خیلی این چیزی که الان شما فرمودین خیلی پیش میاد، برای اینکه خانمی میاد میگه که من میخوام رنگ موهامو این رنگ بکنم چون بلوند الان بلوند بکنم چون الان موده، ولی متاسفانه این خانم اصلا جنس موشون قابلیت اینو نداره که بخواد بلوند بشه. یا اینکه یه خانم میاد یه مدل کوتاهی رو انتخاب کرده که متاسفانه اصلا برای موشون مناسب نیستش، و خب شغل ما اینه که بخوایم پیشنهادمون رو بگیم و نظرمون رو بگیم به مشتریامون که این مدل مو، این رنگ مو شما رو سوت نمیکنه. درسته. شی، آیا موهای شما اکستنشنه؟ نه، موهاتون اکستنشن نیست، ولی شما اکستنشن استفاده میکنیم مثلا برای موهای ایشون؟ آیا به نظرتون اکستنشن مناسبه؟ در مورد اکستنشن من مخالف اکستنشن نیستم، ولی چون مدلای مختلف اکستنشن مو داریم. میشه مقدار توضیح بدین که اکستنشن ها به چه صورته اصلا کلا؟ برای دوستان ایرانی مطمئنم همه میدونن اکستنشن چیه، ولی یه مقدار حجم میبند میبخشه به مو که موهای اضافه ای که البته باید مسلما رنگ موی خودمون باشه که خیلی تابلو نباشه. خب کلن چند دسته اکستنشن مو داریم. یه نوع اکستنشن مو هستش که شما به مو بافته میشه که میتونید چندین ماه داشته باشین. یه نوع اکستنشن هایی هستش که تکی هستش که با چسب یا با گیره به مو وصل میشه که اونم میتونید طی مدت زمان مثلا 3 ماه نگه دارین رو موهاتون. و میتونیم بشوریم موهاتون؟ بله بله. خب اون مراقبتش خب فرق میکنه با اینکه شما راحت بخواین سرتون رو بدون موی اکستنشن داشته باشین بشوره. و یک مدلی هستش که اتفاقا من آوردم که نشون بدم به بینندگان عزیز که خیلی ساده تر و راحت تره و هیچ آسیبی هم به مو نمیرسونه. شما میتونید اگه بخواین پارتی برین اونو به موتون وصل کنید بزنید و بعد از اگه پارتی هم میگن بعد از پارتی میتونید از موتون باز بکنید. حتی برای مدل های موی جمع خیلی قشنگه، میتونید لابلای موتون استفاده بکنید. میتونید نشون بدید؟ بله، من الان البته دو تا رنگ مهمه که رنگ موی خودمون باشه یا میتونه مثل هایلایت خب بازم بستگی داره. شما میتونید اگه دوست دارین موی قهوه‌ای داشته باشه میتونید با اگه رو به این دوربین وسط بگیرین که این مدل هستش که شما اگر ببینید گیره داره بالاش. گیره داره. شما اینو به مو وصل میکنید، میبندید. کجا مو وصل میکنیم سمیرا جان؟ به ریشه مو. بله بله، ولی منظورم اینه که به ناحیه پشتی مو آیا مثلا نزدیکتر به ته وصل میکنیم یا وسط‌تر؟ از وسط باید باشه. پس یه قسمت از اون بلندیش اوردی میره توی موهای خودمون توی موها که داریم. و وقتی معمولا میتونید خب چند تا تیکه وصل کنید و روی تیکه بالای مو نباید باشه، به دلیل اینکه بعد تیکه بالای موی شما کاور بکنه اینو، جایی باشه که پر مو مسلمه. و اگه شما بخواید موتون اگر مثلا تیره هست شما میتونید دو رنگ استفاده بکنید که نشون بده انگار که شما موهاتون رو رنگ کردید. یه شیدایی در واقع. بله. ولی اگر معمولا قشنگ‌تر هستش که شما رنگ موی خودتون انتخاب بکنید.
خب بس مدل... در کل آیا شما موافقین با اکستنشن یا مخالفین؟ من مخالف نیستم با مخالف اکستنشن. نیست. موافقم نیست. این نوعش کمتر آسیب میرسونه به این نوعش. مدل خیلی... بعدش چیه؟ مدل بعدش اونایی هستش که با چسب یا با گیره به مو وصل میشه، بازم اون از من فهم میکنم اون از همه بدتر باشه، برای اینکه وقتی که باز میکنید خیلی از موهاتون میاد پایین ریخته میشه. سمیرا جان، آیا شما همیشه باید ما بذارین اول از شی سوال بکنم، شی آیا همیشه ما باید مد و فشن رو دنبال بکنیم؟ نه همیشه باید مد و فشن رو دنبال نمی کنیم. بیا فکر میکنین که مدل مویی که برای ما مناسبه رو باید دنبال بکنیم یا چیزی که مد و فشن میگه؟ تا حدودی خوبه که آدم مد و فشن رو دنبال کنه، ولی ترجمه باید ببینید که اون مد که اون هست در اون زمان به شما میاد و شما رو سوت میکنه یا نه. شما خب اگر از کجا باید بفهمیم به ما میاد؟ خب شما مثلا اگه بخوایم راجع به هرکات مو بگم، شما اگر الان یه مدل موی کوتاهی مد هست، شما میخواین موهای بلندی دارین و میخواین موهاتون رو کوتاه کنین، شما موهای بلند فر و خیلی وز دارین و اون مدل موی کوتاهی رو که انتخاب کردین اصلا مناسب نیست، به دلیل اینکه اون مو برای موهای لخت و فاین موهایی که تارای نازک داره مناسب هستش. خب قاعدتا شما نمیتونید این مد رو دنبال بکنید. بعد اینو شما به عنوان یه آگاهشگر گاهت به مشتریتون میگید؟ حتما میگی. و بیشتر مواقع مشتریام قبول میکنن، برای اینکه میدونن که اعتماد میکنن و میدونن که آرایشگرشون طبق اون تجربه‌ای که داره میتونه مدل موی درستی رو پیشنهاد بده. ولی مطمئنم داشتین حتما تجربه‌ای هم که کسی گوش نداده و مصر بوده که اینو خب انجام آره بوده داده. ولی خب دیگه چیزی بوده که خودشون دوست داشتن. بله درسته. بس در رابطه با حالا در رابطه با شی صحبت بکنیم، در رابطه با صورت شی آیا شما همین مدل مو رو تشخیص میدین براش یا فهم کنیم مثلا الان یه مدل دیگه هم شاید به قیافه ایشون بیاد؟ شی هر دو مدل میاد. من برای شی هر مدل رو دوست دارم، هم مدل باز رو دوست دارم هم مدل جمع. بعد الان مدل خاصی هست توی فشن امروز که یه مقدار عجیب تره که شاید مثلا اونگو شما یا پیشنهاد بکنین یا فکر کنین که مناسب افراد امتحان بکنن؟ خب الان بیشتر جوان ها موهاشون رو جمع میکنن، یا از بغل میبافن یا همونجور که نشون دادم جمع میکنن، یا اینکه دنبسبی میکنن. اینا الان تو جوان ها بیشتر مد هستش. درسته. ولی فکر میکنین به چیز؟ این مدل ها رو خب معمولا دوتا مدلی که نشون دادیم بیشتر خانم های ایرانی میپسندن. درسته. یک سوال آخر هم این که آیا با خانم های ایرانی که موهاشون یا حالا هر ملیت دیگه خیلی کوتاه، میگن اصلا اسمش هم شاید مدل موی مردونه هست، میکنن موافق هستین یا فکر میکنین موی خانم ها همیشه باید نشون بده یا سلیقه ایه؟ فقط سلیقه ای هستش. من قبلا هم گفتم که من خودم طرفدار موی بلند هستم، ولی اگه یه خانمی موهاشو و کمون که خیلی هم داشتم مشتریه که با دوست داشتم با تیغ اصلا موهاشون کوتاه بشه، یعنی خیلی خیلی کوتاه، نه مخالفتی نکردم، دوست داشتم برشون انجام دادم، چون به بعضی از صورت ها واقعا میاد مدل موی کوتاه. درسته. خب ممنونم. ما البته بحثمون اینجا به پایان نرسیده، با قسمت بعدی میخوایم توصیه ها و نصیحت های آخری هم در رابطه با موی خودمون داشته باشیم. اما برای این قسمت میخوایم که بریم و یک استراحت کوتاهی داشته باشیم. شما همچنان میتونین با ما در ارتباط باشین از راه های ارتباطی که روی رسانه هاتون میبینین. و نظر شما چیه؟ شما چه مدل و حالت موی رو میپسندین؟ آیا با صحبت هایی که امروز میشه موافق هستین؟ مخالفین؟ و دوست داریم که نظریات شما رو هم بشنویم. پس با ما همراه باشین، بریم و یک استراحت کوتاهی داشته باشیم و با قسمت و بحث نهاییمون ادامه میدیم که امیدوارم که شما هم از اون نصیبی ببرین. آیا با صحبتهایی که امروز میشه موافق هستین؟ مخالفین؟ و دوست داریم که نظریات شما رو هم بشنویم. پس با ما همراه باشین، بریم و یک استراحت کوتاهی داشته باشیم و با قسمت و بحث نهاییمون ادامه میدیم که امیدوارم که شما هم از اون نصیبی ببرین.
خب دوستان، با قسمت پایانی برنامه ما در رابطه با مو برمیگردیم. مطمئنم که اگه برنامه رو از آغاز امروز دیدین، حتما نکات خیلی مهم و خوبی نصیبتون شده در رابطه با هم نگهداری از موتون، هم در رابطه با مدل ها و حالت های مویی که میتونین داشته باشین. و در این قسمت آخر میخواییم هم صحبت های پایانی بکنیم و این بحثمون رو به یک نتیجه گیری برسونیم. سمیرا جان، آیا شما به عنوان هم یک کسی که خب یک خانوم ایرانی هستین و سالها تجربه هم در زمینه مو دارین و اصلا حرفتون هم این هستش، توصیه ها یا در واقع راهکارهای عملی دارین برای اینکه ما چطوری میتونیم تشخیص بدیم که چه نوع رنگ مویی به صورت و کلن بدن ما میاد و اینکه اصلا چه حالت مویی به ما میاد؟ فکر کنین یک شخصی اومده سالن شما و هیچ ایده ای نداره که چه نوع مویی میخواد داشته باشه. شما چجوری اون شخص رو راهنمایی میکنین؟ و ما آیا راههایی داره که بفهمیم که اینو؟ 100% اولین راهش اینه که شما با آرایشگرتون مشورت کنید و ازشون بخواین که اگر شما میخواین مدل موتون رو رنگش رو تغییر بدین، مثلا موتون رو میخواین قرمز بکنید یا شرابی بکنید یا هایلایت بکنید یا بلوند بکنید، بهتره که بپرسین که آیا این مو به شما، به پوست، رنگ پوست شما میاد. و اینکه حتما بعد در نظر بگیریم که جنسیت موی شما قادر به انجام شدن اون رنگ برای موی شما هست یا نه. بله درست. حتما. حالا ولی بعد از اینکه با آرایشگرتون تصمیم گرفتین، خود افراد، حالا اصلا شاید بعضی ها هستن که دوست یا آشنایی دارن که موهاشون رو کوتاه میکنه، اصلا کلا پیش آرایشگر نمیرن، ولی آیا خود شخصا برای خودش میتونه از یک راههایی، مثلا اگه پوست تیره تری داریم آیا لزوما موهای روشنتر به ما میاد یا نه لزوما؟ خب هست، شما یک وقتی توی کالر چارت های رنگا رو باز کنید، رنگایی رو که میتونید انتخاب بکنید دوست دارین رو میتونید اون رنگا، تیکه های رنگ رو بردارین روی صورتتون، نزدیک پوستتون، روی موهاتون بذارین که ببینید آیا اون رنگ میاد. و اینکه خب بس قانون کلی که بخواد تعیین بکنه نداره، نیستش. فقط بازم بستگی به رنگ پوستتون داره که شما بعد ببینید که اگه پوستتون تقریبا پوست تیره تری هستش، خب رنگ موی بلوند خیلی سوت نمی کنه. درسته. اینکه مثلا شما خیلی سفید هستین، رنگ موی خیلی قرمز به پوست شما نمیاد. اون بعد خودتون اگر نمیخواین از آرایشگر یا اگه نیست آرایشگری بپرسین، حتما میتونید از دوستان یا اینکه خودتون همونطور که گفتم رنگ و تیکه رنگ مو رو بردارین رو موتون بذارین که ببینید اون رنگ مو به شما میاد یا نه. درسته. حالا یه سوال سخت و صادقی که میخوام ازتون بپرسم اینه که بعضیا میگن که ما موقعی که از آرایشگرمون سوال بکنیم در رابطه با مدل و حالت مو، اون آرایشگر فقط به فکر خودش و سود خودشه و چیزی رو به ما پیشنهاد میکنه که هزینه بیشتری برای ما داره و سود بیشتری برای ایشون. ولی آیا لزوماً این درسته یا این فقط یک تهمت اشتباه به جامعه آرایشگر؟ خب من نمیتونم از طرف زبان بقیه حرف بزنم، ولی کسایی که منو میشناسن، من شخصا نه، من خیلی وقتا شده که مشتری خواسته مثلا موهاشو هایلایت پر بکنه، وقتی شما میخواین هایلایت پر بکنید هم باید وقت زیادی بذارین، هم باید هزینه خیلی زیادی بدین مصرف بکنید. ولی من واقعا وقتی دیدم موشون مثلا قابلیت اینو نداره که به حد بلوند برسه، واقعا گفتم بهتره که نکنم. درسته. پس این لزوما در تو شما درست نبوده. آیا مدل موها نسبت به افراد به سنشون بستگی داره؟ یا مثلا ما میتونیم بگیم یه سری مدل های مو به جوون ها میاد، یه سری مدل های مو به مثلا افراد مسن‌تر یا افراد میان سال میاد؟ شی شما جوونی؟ بله. شما جوونی؟ مثلا شی الان جوونه یا مسنه یا میان سال؟ شی دختر خانم جوونه خوشگل. مثلا آیا مدل مویی که ایشون داره با مدل مویی که مثلا شما به فرض مثال
پیشنهاد میکنین که مثلا شخصی در سن سال مادر شما داشته باشه متفاوته یا هر دو گروه سنی میتونن یک مدل رو دنبال بکنن؟ یه سری مدل موها هستش که نه رنج سنی نداره، شما میتونید سنتون پایین باشه، میدل ایج باشین، بالا باشه، میتونین اون مدل داشته باشین. فقط تنها مدلی رو که من بازم شخصا سلیقه شخصی منه که پیشنهاد نمی کنم، خانم هایی که سنشون خیلی بالا هستش ترجیحاً اگه موی بلندی نداشته باشن قشنگ تر هستش. چون خیلی از ایران خیلی زود خودشون رو مسن میبینن و پیر میبینن، در صورتی که اینجا شما هم امروز با هم یک صحبت دوستانه داشتیم میگفتیم مشتری دارین که شاید بالای 90 ساله و همچنان ساله. بله 94 ساله و همچنان به عنوان یک مشتری پروپا قرص میاد بله. و خیلی مرتب. توی ایران گاهی اوقات افراد سنشون از 50 و 60 که میگذره مدام دارن به مسنیشون و ناتوانیشون و اینها فکر میکنن، این درسته؟ یا؟ نه اصلا، بهتره که اینجا خانم هایی که 50 که جزء جوان ها به حساب میان بس ماها دیگه اصلا جزو بچه ها و نوجوان ها 50 تا 60 هنوز شما بالای اینجا بالای 70-80 سال رو میگن که میان سال تازه، یعنی دارن رو به پیری، وگرنه رنج سنی اینجا شما اگه مثلا یه کسی بگه که آره مثلا هنوز جوان هستش هیچ وقت نمیگن که سن بالای 60 سال یا 70 سالو، به خاطر همین نه بهتره که آدم خودش همیشه جوان نگه داره. درسته. شی من یک سوال میکنم بعد به انگلیسی ترجمه میکنم. شما چند وقت یه بار موهاتو میشوری؟ How often do you wash your hair and do you clean it? I wash my hair every second day, so you know, two to three times a week. Okay. ایشون هفته دو سه بار موهاشون رو میشورن. آیا هفته دو سه بار شستن مو مناسبه یا خیلی این رو شما بس توصیه میکنم؟ چون خیلی از ایرانی مشکلشون با شستن مو نیست، بعدش که حالا باید خوش کنن و حالت بدن و اینا یه مقدار، و من خیلی آرو میدونم که به همین دلیل شاید کمتر هفته یه بار میشورن یا حتی بعضی ها مثلا اگه مدل موییه که خیلی دوست دارن حتی طولانی تر نگه میدارن. آیا میتونه مخرب باشه برای موها؟ نه، تا زمانی که موی شما میتونید اون مدل مو رو نگه دارین. آخه یه سری دست خانم ها هستن که موهاشون زود چرب میشه، چاره ای ندارن، بعد یا هر روز بشورن یا یک روز در میون. من با شستن هر روز اصلا موافق نیستم، برای اینکه مو رو بیشتر خشک میکنه. و چرب شدن مو توی حالت میه ما ایرانی ها که تیره تر هست زودتر نشون میده نه؟ بله. تا موهای مثلا گوشنتر بله. و موهای بلوند. بله. به خاطر همین اگر هرچی کمتر شسته بشه برای مو بهتر هستش. بله. سمیرا جان در یکی دو دقیقه میتونین یه توصیه بکنین که چجوری میتونیم از موهامون بهتر مراقبت بکنیم و حواسمون به موامون باشه؟ آیا استفاده از سشوار یا موساف کن زیاد مخربه یا؟ پیشنهاد من به خانم های عزیز این هستش که اگر بتونن با کوتاه کردن موشون به طور مرتب انجام بدن این کارو و طبق جنسیت موشون همیشه برای رنگ کردن تصمیم بگیرن و اگر بخوان هر دفعه‌ای که هر 3 تا 4 هفته‌ای که ریشه موشون رو رنگ میکنن همه موشون رو رنگ بکنن، خب خیلی موهاشون رو خشک میکنه. پس جوانای عزیز خودتون نشین تو خونه موهاتون رو خودتون با دست بکنین و اینا، فکر کنین دارین موهاتون رو ترمیم میکنین. مخصوصا که بخوام با موشون بازی بکنم و همینجور که نشستن دونه دونه بکنم. و اینکه کمتر از حرارت داغ استفاده کنن. با چه حرارتی بشورم موهاشون؟ با حرارت متوسط. اگه شما موهاتون رو با آب خیلی خیلی داغ بشورین خوب نیست. من شنیدم شما گاهی اوقات با موی با آب سرد هم موهایی رو میشورین. آیا این بله بعضی از سعی میکنیم زیاد به اسکالپ به ولی چرا ریشن. چرا آب سرد؟ برای اینکه بیشتر در مورد موهای بلوند هستش. شما اگه وقتی که هایلایت میکنیم اگه با موی داغ بشوریم تاثیر خوبی نداره روی مو. اوکی. و در آخر در قسمت پایانی برنامه هستیم، 2-3 دقیقه مونده. آیا توصیه یا نصیحت آخری دارین که میخواین به بینندگان بدین
در رابطه با مو و کلا نگهداری از مو و هر نوع موضوع دیگه راجع به مو، آیا بروست خاصی رو پیشنهاد میکنین یا؟ بله حتما، برای نگهداری از موشون همونطور که عرض کردم کمتر حرارت داغ به موشون بزنن، کوتاه کردن مرتب مو و اینکه به موهاشون خیلی ارزش بدن، اهمیت بدن و اگر بخوان از برس های سایز های مختلف استفاده کنن، شما نمیتونید موی فر بلند داشته باشین برس کوچیک استفاده کن، باعث میشه که موی شما کشیده بشه و بیشتر بشکنه پایین موتون و رنگ کردن مو به روش درست. و برای افراد معمولی هر چند وقت یک بار فکر میکنیم مناسبه که به آرایشگاه برن؟ برای خانوم ها بیشتر؟ من معمولا برای هرکا کوتاهی مو توصیه میکنم هر دو ماه سه ماه موهاشون رو بزنن، چون باعث میشه که موخوره موشون خیلی بالا نره. درسته، ولی خیلی ها امروز من دیدم میرن آرایشگاه ولی به موهاشون از لحاظ کوتاه کردن دست نمیزنن، نه مثلا حالا شاید سشوار میخوان بکشن، شاید میخوان نمیدونم کراتین بکنن موهاشون رو یا خیلی کارهای دیگه امروز خب میکنن. خب نه، خانمهایی هستن که هر هفته میان موهاشون رو سشوار میکنن. میان هر هفته سشوار میکنن، هر سه تا چهار هفته موهاشون رو رنگ میکنن، اگه کراتین مو بکنن بین سه تا چهار ماه لاست میکنن برای موشون. کراتین هم جزو چیزاییه که خیلی زیادش رو توصیه نمیکنه. من توصیه برای اون کار رو دو بار در سال میکنم که هر شیش ماه انجام بدم، که بیشتر از اون بعد میتونه مخرب باشه. خب برحال ممنونم که امروز این وقت رو دادین و به برنامه ما اومدین. فقط یک سوال آخری هم که شاید برای بینندگان ما جالب باشه اینه که اکثر اوقات توی ایران به خاطر حالا محدودیت‌هایی که هستش، خانم‌ها موقعی که می‌رفتن در واقع آرایشگاه ساعت‌های طولانی باید منتظر می‌شدن و می‌نشستن و همزمان در واقع افراد مختلف کاراشون رو انجام می‌دادن. آیا در تجربه شما هم آرایشگاه برای خانم ها باید یک تجربه یه مقدار حداقل نصف روز باشه یا نه میتونه یک تجربه خیلی سریع هم باشه؟ چون بعضیا میگن اگه آرایشگاه رفتن خانم ها هم خیلی سریع انجام بشه، آدم احساس میکنه که فقط رفته کاری انجام داره، ولی این بودن زیاد در اونجا یک تجربه ای رو برای شما ایجاد میکنه که مناسبه. نظر شما در این رابطه چیه؟ میتونم بگم در مورد خانم‌های ایرانی که بیشتر باید وقتشون رو بذارن، برای اینکه موشون کار بیشتر میبره، برای اینکه کلان ایرانی ها موهای خیلی زیبایی دارن، از جنس خیلی خوب هستش، پرپشت‌تر هستش. ولی شما میتونید نبایه وقت با یک، اگه بستگی به کاری هم هست که میخواین انجام بدین، اگر کارتون فقط یک کوتاهی مو باشه، نه خب بیشتر از شاید نیم ساعت 30 دقیقه تا 45 دقیقه وقت شما رو نگیره. ولی اگر یه خانم ایرانی بخواد هایلایت بکنه، بله بعد نصف روزش رو بذاره. درسته، خیلی هم ممنون. خیلی ممنون شی برای اومدنتون و همینطور شما. دوستان این هفته برنامه ما به پایان رسید و برنامه جالبی بود در رابطه با مو. همچنان مشتاق هستیم که از شما بشنویم در رابطه با نظریاتتون و هفته های آینده ما در رابطه با موضوعهای جالبی با شما صحبت خواهیم کرد که مطمئنم از اونها هم بهره خواهیم بود. اما برای امشب و این پایان برنامه، جمعه شب خوبی رو براتون آرزومندم و امیدوارم که هر کجای دنیا که هستین شب خوبی رو داشته باشین. خدا نگهدارتون. Do 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 do